آقای عبتایی، وقتی در واقع به سالهایی که اصلاح طلبان از 88 تا 92، اون 4 سالی که بعضی به عنوان در واقع انزوای اصلاح طلبان یا فترت اصلاح طلبان یاد میکنن، وقتی نگاه میکنیم و از 92 تا به امروز وقتی عرصه رو ارزیابی میکنیم، میبینیم اصلاح طلبها خیلی سعی نکردن که با بدنه اجتماعی ارتباط در واقع همسان و درستی برقرار بکنن و در واقع سعی بکنن که حالا اون چه که ما در دهه 70 مشاهده می کردیم که جامعه در واقع سیاسی، طبقه متوسط، دانشجوها، اون فضایی که وجود داشت و اصلاح طلب ها رو نمایندگان سیاسی خودشون می دونستن، در طی این شاید نزدیک به در واقع 8 سال یا شاید به تعبیری 12 سال اصلاح طلب ها خیلی سعی نکردن با جامعه. آیا اولا این گزاره رو قبول دارید و ثانیا یعنی که این میزان، این در واقع عدم ارتباط منسجم اصلاح طلب و بدنه اجتماعی چقدر باعث شد که در واقع مردم اصلاح طلب ها رو نمایندگان سیاسی خودشون در عرصه سیاست ورزی ندونن؟ ببینید، من بین برای جواب به این سوال استالی بین اصلاح طلبان و اصلاح طلبی فرق میذارم. اصلاح طلبان گروه سیاسی هستن که طبعا تحت تاثیر اتفاقات بیرونی قرار میگیرن و چه فشارهای بیرونی، چه فشارهای امنیتی، چه فشارهای تبلیغاتی و چه درگیری ها و اختلافات داخل حزبی، این همش از آفاتیه که اصلاح طلبان رو میتونه به خودش مشغول بکنه. خب از بعد از 88 میدونید که دیگه تقریبا اصل فشار بر روی حذف جریان اصلاح طلب از تمام مواضع قدرت و حتی تبلیغاتی بود و بعد یک موج تبلیغاتی یک طرفه با هزاران دروغ و تهمت هم از رسانه های رسمی غیر رسمی شروع شد. برانداز و ضد انقلابی هم در خارج از کشور طمع کرد به این که حاکمیت در حال سقوطه و فکر میکرد که اگر بخواد سقوط حاکمیت رو قوت ببخشه و سرعت ببخشه، راه حلش اینه که هیچ نیروی سرپایی در داخل کشور نمونه. که خب نیروی سرپایی که میتونست یه تکرار بکنه و شرایط رو به هم بریزه اصلاح طلبا بودن. به همین دلیل خب مثلا این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا از اون آمد نیوز اون روز شروع میشد تا کیهان عملاً تا کیهان افراطی داخل. کلن فضایی بود که به یک جمع‌بندی، به یک پروژه رسیده بودن که اون پروژه این بود که اصلاح طلبی حذف بشه و به عنوان پشتوانه قدرتمند دیگه تو داخل کشور نباشه. همه هم با هم دیگه کمک کردن چون اصولگرای چیزی برای از دست دادن نداشتن تا بعد قدرت رو خودشون در دست بگیرن. این از نظر جریان اصلاح طلبان. اما یه اتفاق مهمتری که در این وسط افتاد این بود که شعارهای اصلاح طلبی خیلی با سرعت بیشتری از اونچه که اصلاح طلبان اصیل هم میخواستن پیشرفت کرد تو جامعه. این رو ما نمیشه ندیده بگیریم. یعنی اونچه که ما میگفتیم تحقق جامعه مدنی، اونچه که ما میگفتیم غیر از بخش حکومتیش، اونچه که میگفتیم که نمیدونم زندگی آزاد، زندگی که جامعه خودش دوست داره انجام بده، اونچه که ما در توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی میگفتیم با البته کمک فضای مجازی و اینها، در جامعه شکل گرفت. یعنی در حقیقت از ایستگاهی که اصلاح طلبان اصیل هم وایستده بودن آمدن رد شدن و اصلاح طلب تر از همه اونا شدن. یعنی اصلاح طلبی حذف نشد بلکه اون اندیشه درون جامعه رفت. یعنی درون جامعه مدنی ما مثلا ممکنه احزاب نباشن که نیستن، اما جامعه مدنی ما مجموعه مثلا سالونای تئاتر ممکن شده باشن، جامعه مدنی ما مجموعه کافی شاپ های فرهنگی شده باشن، جامعه مدنی ما اونایی هستن که لایف استایل برای جامعه روشن میکنن و مشخص میکنن و کاری هم به حاکمیت ندارن. و پس من در این سوال شما میگم اصلاح طلبان بحران های زیادی داشتن، بخشی دست خودشون بود، بخشی دست بیرون از مجموعه خودشون بود، ولی اصلاح طلبی سرعتش رو البته به برکت فضای مجازی خیلی بیشتر کرد و امروز جامعه
اصلاح طلب، اصلاح شده و اصلاح خواه خیلی وسیع‌تر از جامعه مثلا سال 76 و 78 و ایناست، گرچه ممکنه از رهبری اصلاح طلب های هم گذشته باشن. یعنی حضرت علی باور دارید که اصلاح طلبان نمایندگی اصلاح طلبی در ایران رو الان در اختیار ندارن؟ من معتقدم بدنه جامعه همون کسایی که شما میگید که جدا شدن و به خصوص نسل جوان، اون بدنه جامعه خیلی جدیتر نمایندگی از تفکر و اندیشه اصلاح طلبی میکنن تا رهبرانی که زیر فشارن یا رهبرانی که دچار مشکلات حزبی شدن. آیا یکی از ویژگی های حتما مثبت در جبهه اصلاحات از سال 76 تا الان این بود که آقای خاتمی همیشه در واقع هدایت فکری نیروهای اصلاح طلب رو در اختیار داشتن و از یک مقطعی در واقع آقای خاتمی نه تنها برای خود نیروهای سیاسی اصلاح طلب بلکه حرفشون برای توده مردم هم حجت داشت، مثل در واقع تکرارهایی که در سال 94 برای انتخابات مجلس دهم و 96 برای ریاست جمهوری کردن و اون موج اجتماعی ایجاد شد. این در اصولگرایی وجود نداشته هیچ وقت، یعنی حالا با تسامح شاید بشه گفت در یک زمان و یک مقطعی آقای ناطق یا آقای اسکرولادی همچین کارکردی رو داشتن، حتما در سطح آقای خاتمی هم نبوده همچین کارکردی. اما به نظر میرسه که با توجه به مشکلاتی که به وجود اومد در این 8 سال و نارضایتی هایی که به خصوص در حوزه اقتصادی از عملکرد دولت در واقع به وجود اومد، یه قدری آقای خاتمی هم حرفشون دیگه اونقدری شنیده نمیشه. آیا این گزاره درسته و اگر هست چه اتفاقی افتاده و آقای خاتمی امروز جایگاهشون در حوزه سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان چطوره؟ ببینید طبیعتاً البته خب نمیشه انکار کرد که کلن وقتی که یک جریان سیاسی مورد هجمه شدید قرار میگیره، این جریان سیاسی رهبرانش هم ممکنه مورد تضعیف قرار بگیرن و خب مثلا اون اکت سیاسی که آقای خاتمی در انتخابات آقای روحانی نشون داد و در حقیقت فعال بود، خب این که آقای روحانی در دور دوم اساسا همه اون مسائل رو نادیده گرفت در ارتباط با اصلاح طلبان و نقشی که اونها داشتن برای حمایت از ایشان، همه اونها رو نادیده گرفت، خب طبیعیه که تو چنین شرایطی توقعات مردم از یک طرف از کسی باشه که اینا رو تعیین میکنه، از یک طرف هم خط تبلیغاتی رقبا همیشه البته خصوص نزدیک انتخابات رفته روی این خط و وحدتی هم که بین جریان افراطی اصولگرایی و جریان برانداز الان چندین سال شکل گرفته و مثلا بین حتی توی سیاست خارجی بین مثلا اسرائیلیا و آمریکای ترامپ با بخش تندرو داخل کشور یک وحدت نظر و هم شکلی نظر پیدا کردن، خب اینا همشون تأثیر میذاره روی این که جامعه توقع داره که یک رهبر سیاسی این اکت هاش بتونه مورد اجرا قرار بگیره و توی واقع عملی بیرونی معنا پیدا بکنه. خب وقتی که تمام این بحران ها هستش و خود آقای خاتمی هم میدونه که این بحران ها هست و به هر شکلی که میخواد اون دیدگاه های اصلاح طلبانش مطرح میکنه، نامه مینویسه، حرف میزنه، صحبت میکنه، مورد توجه قرار نمیگیره، خب طبیعی است که اون چیزی که رقبا میخوان شکل میگیره و اون این که آقای خاتمی دیگه بتونه بگه که من دیگه از من خیلی توقع کاری نداشته باشید، بخاطر این که من امکان این که بتونم کاری رو انجام بدم برام وجود نداره و این خب سطح توقع رو میره پایین. ضمن این که خب متاسفانه مردم در خیلی از بخش ها از اصلاح شدن امور گذر کردن، یعنی دیگه تصور آقای خاتمی نماد اصلاحات بود، حتی توی انتخابات که یک حق مدنی است الان شما فضای جامعه رو اینقدر سرد می‌بینید، خب طبیعیه که کسی که نگاهش اصلاح طلبیه و نمیخواد از نگاهش برگرده محبوبیتش کم نمیشه، ولی توقعی که جامعه ازش داره کم داره، اون توقع رو
قابل اجرا نیست. آقای عبتایی، حضرت علی این نکته ای رو میگید که در واقع جامعه از اصلاح به نوعی، حالا شاید من برداشتم اشتباه، شما اگر اشتباه تصحیح بفرمایید، ولی به نوعی من برداشت کردم که جامعه گویا از اون از اصلاح طلبی مد نظری که وجود داشته عبور کرده، به سمت براندازی داره میره و در واقع از اصلاح طلبی عبور کرده. حالا یک خانش دیگری، من این رو چون در واقع ما آسیب شناسی اصلاحات رو میکنیم و خودمون از یک روزنامه اصلاح طلب صحبت میکنیم و حتما دلسوزان است، این است که در حوزه اصلاح طلب، در واقع جبهه اصلاحات چقدر تونست اون نیازهای جامعه رو بشناسه؟ یعنی مشخصا بحث اقتصادی که مردم در طول این 8 سال به شدت درگیرش بودن، چقدر تونست مانیفست روشنی برای در واقع مشکلات اقتصادی ارائه بده؟ در واقع چقدر تونست اون گفتمان اصلاح طلبی رو باز تولید بکنه و به روز به مردم ارائه بده تا بتونه در واقع دوباره نمایندگی اصلاح طلبی داشته باشه؟ الان حضرت علی میفرمایید که مردم چون به همون اصلاح طلب ها و مانیفست گذشته اصلاح طلبی دیگر امیدی ندارن، به سمت براندازی. آیا واقعا اینه یا مردم در پی اصلاحات دیگر هستن که اصلاح طلبا نتونستن خودشون رو در واقع باش آپدیت کنن؟ نه، کاملا من با این گزینه مخالفم که وقتی میگیم که مردم از اصلاحات گذر کردن معناش رفتن به سمت براندازیه، چون یک هوشمندی تو جامعه ایرانی، جامعه با سوادیه، یک دومی که تجربه های اطراف و منطقه اطراف ما هم در طول این سالها خیلی تعیین کننده بوده که گزینه پس از اصلاح طلبی رو من از براندازی نمیدونم و انقلاب کردن، و هر کسی این شعار رو، پیشنهاد رو میده، قطعا دلش برای مردم ایران نمیسوزه، چون ما تجربه، اگر مثلا حالا 20 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، شاید نمیدونستیم که اگر یک چنین اتفاق بیفته، وقتی ما بشیم مثل لیبی یا بشیم مثل عراق یا بشیم مثل سوریه یا بشیم مثل افغانستان، این همه اتفاقات امکان پذیر هست و نابودی کل کشور در میان هست، خب طبیعیه که ممکن بود اون موقع های چنین اندیشه هایی باشه، ولی الان برای ملتی که با سواده چنین اندیشه هایی من نمیبینم که تو کسی باشه. یعنی اصلاح طلبی رقیب چیز بدیل براندازی نیست، براندازی برای خودش این مسیر دیگه ای داره، و منم همیشه میگم این کسایی که میگم براندازی منتظر ما نموشن، یعنی برن خب هر کار بخوان خودشون بکنن، عواقبش هم بپذیرن. آقای خاتمی رو اگر ازش کسی انتظار داره که بیاد در چارچوب براندازی کار بکنه و الا آقای خاتمی انقلابی نیست، خب من به همشون توصیه کردم چندین بار که به آقای خاتمی اصلا منتظرش نباشین. شما چرا منتظر آقای خاتمی؟ زورتون میرسه، میخواید، میتونید برید دنبال کار خودتون، چون آقای خاتمی رو درواسی که نداشته، جریان اصلاح طلبی هم رو درواسی نداشته. اون کسی که میخواد براندازی بکنه یا ساقط بکنه حاکمیت رو، اون خیلی متفاوته با کسی که به اصطلاح میگه من میخوام اصلاح از درون انجام بدم. پس من الان رقیب اصلاح طلبی رو، یعنی براندازی نگفتم، من گفتم که گذر از اصلاح طلبی برای یک اصلاح طلبی پرسرعت تر و احیانا ساختاری و احیانا اجتماعی. آقای عبتهی، الان برسیم در واقع مشخصا به امروز با توجه به همین نکاتی که حضرت علی گفتید. شما در واقع بیان کردید که ما در از نظر تجربی خیلی سرتر از در واقع نیروهای دیگر سیاسی هستیم، که به نظر میرسه درست هم هست، به دلیل اینکه بله آقای خاتمی بسیار در حوزه اقتصادی فضای آرامی رو مهیا کرده بود و همچنین در حوزه فرهنگی توسعه سیاسی. اما اگر به امروز نگاه بکنیم، این تجربه و این نکاتی که حضرت علی گفتید در برنامه های انتخاباتی احزاب یا حتی شخصیت ها به هیچ وجه دیده نمیشه. یعنی به نظر میرسه که الان اگر من از خود حضرت علی بپرسم که آیا مردم در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند، شما حتما پاسخ میدید که شرکت کنند، چون تو در واقع مجمع روحانی مبارز دارید فعالیت میکنید در حوزه انتخاباتی. اما اگر بگم چه برنامه ای مشخصا دارید و از نقطه صفر تا نقطه 100 قرار با چه هدفی برسید، دقیقا چه پاسخی دارید بدید؟
در حوزه مشخصا در حوزه اقتصادی که امروز دغدغه مردمه و البته در حوزه تقنینی سیاسی و اجتماعی. این آیا این خلأ وجود داره؟ شما در واقع به عنوان نیروی سیاسی به مردم میگید رأی بده و مردم میگن چرا رأی بدیم و شما در واقع شما نوعی رو عرض میکنم نیروهای اصلاح طلب و مدام میگن که فقط شما بیا رأی بده و این همیشه در یک هراسی همین رأی گرفتن ایجاد میشه که اگر ما نیاییم بدتر از ما میان، تندروها میان. این رو چطور تحلیل میکنید؟ ببینید این دور یه مقداری متفاوت با دوره‌های قبلی هستش. من البته خب همونجوری که شما میگید به عنوان یه چهره اصلاح طلب، به عنوان یه چهره فعال سیاسی که مسیر سیاسیش رو از رأی دادن میبینه و خارج از چارچوب نظام حاکمیت نرفته، از مسیر رأی دادن میدونم، ولی این نظر این دفعه اثباتش و کشاندنش به درون اینم از آن میکنم به درون جامعه خیلی کار دشواریه، خیلی متفاوته با دفعه قبله. یعنی وقتی که میگیم که جامعه سرده، جامعه فعال نیست توی انتخابات، یه چیز واقعیه. یعنی نمونهش هم توی انتخابات مجلسی. خب این برای یک مجموعه دموکراسی خواه و یک مجموعه که دلش برای حکومت می‌سوزه و دوست داره که بر اساس قواعد مردم و با پشتوانه مردم این حاکمیت کار بکنه، این خر و خطرناکه و ناراحت میشه. اون مجموعه خب این باور رو نداره، میگه که ما با حداقل رأی هم میتونیم به اون اهدافمون برسیم و اون عدم باور به مردم که هم بخش شیشه ایدئولوژیک داره. یعنی شما آدم های ایدئولوژیکی که معتقد بودن که مردم کاری نیستن، که خب تو حافظه و خاطره هممون هست، اون هم ریشه ایدئولوژیک داره هم ریشه قدرت خواهی داره. وقتی که میگن که یک مثلا اصولگرای همیشه به این نتیجه رسیده بودن که هر وقت مشارکت زیاد میشه اونا شکست میخورن، حتی در دوران آقای روحانیش، یعنی از 76 بگیر تا دوران آقای روحانیش، حتی تو سال 84ش که یک اشتباه استراتژیک تعدد کاندیداها باعث شد که آقای احمدی نژاد رأی بیاره و الا از نظر تعداد آرا حتی بدون آقای هاشمی رفسنجانی هم اون سال تعداد آرا اصلاح طلب ها بیشتر بود. خب مجموع آرا اصلاح طلب ها با این حساب، خب اگر کسی نگاه قدرت خواهی داشته باشه، خب به این دلیل نمیبینه که بره سراغ به اصطلاح این که مردم رو تشویق کنه بیان رأی بدن. این اتفاق نمیفته. ولی مثلا فرض کنید امروز آقای مصطفی تاج‌زاده کاندیدا شده، خب اگه کسی دلش میسوزه برای تعدد مشارکت، باید همگی بیان ازش استقبال کنن، چون یکی از چهره‌هایی است که میتونه تعدد مشارکت رو بیاره بالا توی مردم. آدم های دیگه هم میتونن باشن، البته از اون برم میتونن باشن آدم های دیگه ای که این کارو بکنن. اما اصل این موضوع که مشاره، یعنی هیچ تحرکی رو آدم در طول این چند ماهی که میتونسته منتهی به انتخابات بشه، هیچ تحرکی رو یک جریان سیاسی نمیبینه از حاکمیت که بخواد مردم رو تشویق کنه که به تو انتخابات فعال باشن. بالاخره انتخابات فعال شدن که با دو تا تیزر تلویزیونی فعال نمیشن. آیا عبتایی الان مشخصا همین آقای تاج‌زاده که وارد انتخابات شدن، ما مشاهده کردیم که در واقع مواضع مخالفی از سمت اصلاح طلب ها گرفته شد. آقای عطریانفر اظهار نظری داشتن که به این شیوه ورود به انتخابات رو من مصلحت نمیدونم. آقای کرباسچی به کنایه گفتن که بهتر که تایید صلاحیت بشن تا ببینیم که مردم نسبت به این رویکرد چقدر در واقع واکنش مثبت نشون میدن، و به کنایه گفتن این که مردم رأی ندن و ببینیم که در واقع صحبت ها و نظریات های تاج‌زاده چقدر در واقع در جامعه نقش داره. مخالفت های اینچنینی در درون خود اصلاحات هست؟ یعنی باز برمیگردم به همون سوال اولی که الان نیروی مثل های تاج‌زاده وارد شد. آقای تاج‌زاده طبیعیه که نیروی احزاب اصلاح طلب نیست، خودش جوهره اصلاح طلبیه و این نیستش که مثلا حالا احزاب اصلاح طلب با مشورت احزاب اصلاح طلب آمده باشه توی میدون. ضمن این که اساسا آقای تاج‌زاده نه به نفع اصلاح طلبان فعلی
که یه چارچوبایی برای خودشون تعریف کردن و نه به نفع خود آقای تاج‌زاده است که به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان مطرح بشه. شخصیت مستقل خودش هستش که میتونه توی فضای انتخاباتی شور ایجاد بکنه و من از این جهت خیلی استقبال کردم، مطلبم نوشتم که میتونه شور بکنه با طبیعتاً حالا دیگه نمیشه جلوی دهن عمر بس که همه هم حمایت کنم. بالاخره نظرات مختلفی هست. تکلیف اصلاح طلبان با آقای ظریف چه هست؟ آیا به گفته کارگزاران نامزد نهایی جبهه اصلاحات یا اینکه انقدر شما مجموعه نیروی اصلاح طلب بر این اصل استواری در این انتخابات که حتی آقای ظریف رو هم به عنوان یک نیروی اصلاح طلب شناسایی نکنید و به سمت نامزد خودتون برید؟ نه، برداشت بنده اینه که مجموعه جریان اصلاح طلبی آقای ظریف رو خارج از جبهه اصلاح طلبی نمیدونن و آقای ظریف اگر کاندیدا بشه خیلی قدرت اجماع درست کردن توی هم جبهه اصلاحات و هم توان رأی آوری بالا داره، به دلیل اینکه الان توی این شرایط حداقل اگر این شرایط به سمت به خصوص حل مشکلات بره، توی این شرایط پاشنه آشیل انتخابات مسائل اقتصادیه و پاشنه آشیل مسائل اقتصادی سیاست خارجیه و خب توانایی آقای ظریف در سیاست خارجی هم برای همه روشنه و طبیعیه که ایشان از اجماع سازترین افرادیه که میتونه جریان اصلاح طلب رو پشتش بیاره.